نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه 29 ماه جدی سال 1397 هجری خورشیدی در آغاز در خط چند خبر. ثبت نام گلبدین حکمتیار، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل و ابراهیم الکوزی برای انتخابات ریاست جمهوری. اولین تغییری که ما میخواهیم در واقع نظام ریاستی و نظام صدارتی تغییر یافت، یعنی ما هم رئیس جمهور میتونیم داشته باشیم و هم صدر اعظم. پشتیبانی جمعیت اسلامی از نامزادی عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری. آقای دکتر عبدالله عبدالله را به عنوان کاندید در ریاست جمهوری معرفی کرد. رد گفتگوها میان طالبان و نمایندگان امریکا در اسلام آباد از سوی طالبان. طالبان و امریکایان سر هم خپل ستونزې لري، کولی شي خپل مشکلات د امریکا سره د تفاهم او مذاکره راکړې ورکړې له لارې حل کړي. پایان رقابت های جام اسکی، جشنواره ورزش های زمستانی در بامیان. با هشدار اکسناتور پرواز امریکایی از بهبود نیافتن رابطه واشنگتن و ریاض. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در ادامه روند ثبت نام های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز، چهار تن دیگر خودشان را به این انتخابات ثبت نام کردند. گلبدین حکمتیار، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل و ابراهیم الکوزی با معاونانشان امروز برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. از این میان گلبدین حکمتیار میگوید که در اوضاع کنونی تغییر نظام کشور را به سوی بحران خواهد برد، اما احمد ولی مسعود میگوید که خواهان تغییر در نظام فعلی کشور است. رحمت الله نبیل نیز تعهد می‌سپارد که اگر در انتخابات پیروز شود برای امنیت و عدالت کار خواهد کرد. آقای الکوزی نیز بعدا می‌دهد که در صورت پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری اصلاحات گسترده‌ای را در بخش‌های گوناگون به میان خواهد آورد. حسیبه تکپال گزارش می‌دهد. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، امروز نخستین کسی بود که در کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. فضل هادی وزین معاون نخست و مفتی حفیظ الرحمن نقی معاون دوم او هستند. من معتقد به تقسیم قدرت بین احزاب هستم و نه بر اقوام. باید افراد با توجه به اهلیت و کفایت و شایستگیش توظیف شدن. پس از آقای حکمتیار، دسته انتخاباتی وفاق ملی به رهبری احمد ولی مسعود با شعار تغییر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای مسعود را در پیکار فریده مهمند وزیر پیشین تحصیلات عالی و عبداللطیف نظری استاد دانشگاه به عنوان معاونین اول و دوم همراهی می کنند. اولین تغییری که ما می خواهیم در واقع نظام ریاستی و نظام صدارتی تغییر یافت، یعنی ما هم رئیس جمهور میتونیم داشته باشیم و هم صدر اعظم. مشکل کلان افغانستان در مدت 17 سال می بوده که در تصمیم گیری و سیاست گذاری فقط رئیس جمهور یک نفر در واقع تصمیم گرفته و تمام نظام فرد محور بوده. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی، با دسته انتخاباتی امنیت و عدالت برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرد. مسعود جلال و مراد علی مراد معاونان آقای نبیل هستند. کمیسیون اصلاحات قانون اساسی را ایجاد خواهیم کرد تا در پرتو تجارب سالهای اخیر مسوده اصلاحات و تعدیل قانون اساسی را آماده کند و این مسوده به لوی جرگه قانون اساسی ارائه شود. و در پایان امروز ابراهیم الکوزی نیز با دو معاونش برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. خدیجه غزنوی معاون نخست و سید سامه کیانی معاون دوم او هستند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که فردا فرجامین روز روند ثبت نامهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است و این روند تمدید نخواهد شد.
در این حال جمعیت اسلامی عبدالله عبدالله را نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. جمعیت اسلامی میگوید که با حزب جنبش ملی و وحدت اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد. حزب جنبش ملی و حزب وحدت اسلامی تایید میکنند که با جمعیت اسلامی درباره پشتیبانی از نامزدی عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری به توافق رسیدند. در این باره کریم امینی گزارش دارد. صفبندی های انتخاباتی و یارگیری های تازه. در تازه ترین رویداد رئیس اجرایه دسته انتخاباتیش را نهایی ساخته است. عبدالله عبدالله با پشتبانی جمعیت اسلامی، جنبش ملی و حزب وحدت اسلامی بر رهبری محمد کریم خلیلی وارد پیکارهای انتخاباتی خواهد شد. شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان با اکثریت بزرگ آرا آقای دکتر عبدالله عبدالله را به عنوان کاندید در ریاست جمهوری معرفی کرد. بر بنیاد این توافق عنایت الله بابر فرهمند از نزدیکان جنرال دوستم معاون نخست و اسدالله سعادتی از نزدیکان محمد کریم خلیلی معاون دوم آقای عبدالله خواهند بود. ریاست اجرایه در دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله پابرجاست و حکمت خلیل کرزی معین پیشین وزارت خارجه نامزد این کرسی خواهند بود. در نتیجه نشست و بحث های همه جانبه ایشان بالاخره توافق به این صورت گرفت که باید از تکت واحد انتخاباتی جناب دکتر سیب عبدالله به عنوان رئیس حمایت صورت بگیرد. این توافق جمعه شب در خانه صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی به دست آمد. حزب وحدت اسلامی افغانستان در یک نشست کلان مشورتی معاون را به همین تیکت معرفی میکنه و پشتوانه حزب را همین تیکت خواهد داشت. جمعیت اسلامی در حال عبدالله عبدالله را در انتخابات ریاست جمهوری نامزد ساخت که برخی از اعضای این حزب به شمول عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی از دسته انتخاباتی محمد حنیف اتمر پشتیبانی کردند. طالبان گفتگو با نمایندگان امریکا را در پاکستان رد کردند، در حالی که رسانه‌های پاکستانی از برگزاری یک نشست میان نمایندگان طالبان و امریکا در اسلام آباد گزارش دادند. اما سخنگوی طالبان برگزاری نشست را رد می‌کند. در این حال زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پس از دو روز رایزنی با مقام‌های پاکستانی گفته است که انتظار پیشرفت بنیادی را در گفتگوهای صلح دارد. مسعود انصار گزارش می‌دهد. همزمان با پایان دیدار دو روزه زلمه خلیلزاد با مقام‌های پاکستانی، رسانه‌های پاکستانی از برگزاری یک نشست میان نمایندگان طالبان، هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و نمایندگان پاکستان، عربستان سعودی، امارات و قطر گزارش دادند. اما طالبان برگزاری این نشست را در اسلام آباد رد می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه تویترش می‌گوید که آوازه‌ها درباره نشست اسلام آباد نادرست هستند. طالبان له امریکایانو سره هم خپل ستونزې لري، کولی شي خپل مشکلات د امریکا سره د تفاهم او مذاکرې راکړې ورکړې له لارې حل کړي، اما تر دې لویه ستونزه له افغان ولس سره لري، د اوسني نظام سره یې لري. در گفتگوهای صلح باید نماینده های واقعی افغانستان حضور داشته باشند و ما به هر نوع گفتگوهای جداگانه دسته ها و گروه ها با طالبان و حامیانشان در غیاب نمایندگان مردم افغانستان و دولت افغانستان مخالف هستیم. برخی از گزارش ها می رسانند که طالبان بر ادامه گفتگوها با امریکا از طریق دفتر سیاسی این گروه در قطر تاکید می ورزند. پس از چهار بار دید بازدید میان نمایندگان امریکا و طالبان در قطر و امارات، روند گفتگوها میان دو طرف هفته گذشته پس از آن به بن‌بست رفت که طالبان زلمه خلیلزاد را به نادیده گرفتن آجندای توافق شده گفتگوها متهم ساخت. پروسه صلح فراز و نشیب خود دارد. به این معناست که روال عادی پروسه صلح داشتن فراز و نشیب است، مثبت ها و منفی ها است.
در این میان آقای خلیلزاد از بهر تشویق پاکستان برای کشانیدن طالبان به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان روزهای پنجشنبه و جمعه را در اسلام آباد سپری کرد. او در صفحه تویترش این گفتگوها را سازنده خواند و گفت که انتظار پیشرفت را در گفتگو با طالبان دارد. انتظار ما این بود که از اول آجندا به صورت مشترک پیش بره، هم از طرف حکومت و هم از طرف ایالات متحده امریکا و کشورهای منطقه هم در جریان بوده باشد. متاسفانه این کار نشد. کله چه جگله که داخل دی لکه پاکستان و نور هیوادونه یو چې صلح توافادار و نه اوسیږي، ژمن و نه اوسیږي، زما په نظر باندې د افغانستان حکومت او خلک هیڅ هم نشي کولی. علت اصلی به بن‌بست رفتن گفتگوها میان طالبان و امریکا انکار این گروه برای گفتگو با حکومت افغانستان گفته می شود. از سوی دیگر حکومت هند در واکنش به این سخنان پاکستان که گفته است هند در روند صلح افغانستان هیچ نقشی ندارد می گوید که اسلام آباد نمی تواند به نمایندگی از یک کشور مستقل و با اقتدار تصمیم بگیرد و یا هم بر سیاست خارجی افغانستان حکمرانی کند. در یک اعلامیه وزارت خارجه هند آمده است که اسلام آباد در گام نخست باید نقش این کشور را در اوضاع پیچیده افغانستان ارزیابی کند و با پشتیبانی از هراس افغانی و تمویل فرامرزی این پدیده پایان دهد. امرالله صالح سرپرست وزارت امور داخله پس از 27 روز سرپرستی در این وزارت امروز به گونه رسمی با کارمندان وزارت امور داخله خداحافظی کرد. آقای صالح در هنگام خداحافظی با کارمندان این وزارت میگوید که در زمان کوتاه ماموریتش در کنار کارهای دیگر از 20 تا 30 هزار مجرای اطلاعاتی را بس که ناخودآگاه اطلاعات محرم دولتی را به جامعه میدادند. قرار است امرالله صالح به حیث معاون نخست اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شود. میراقا پوپل در این باره گزارش تهیه کرده است. امرالله صالح که قرار است به حیث معاون نخست دست انتخاباتی رئیس جمهور غنی فردا ثبت نام کند، پس از 27 روز سرپرستی در وزارت امور داخله با کارمندان این وزارت خداحافظی کرد. ما حداقل بین 20 تا 30 هزار مجرای اطلاعاتی را که ناخودآگاه اطلاعات از وزارت داخله و خور جامعه می دادن و نمی دانستن که معلومات را که پخش می کنن اسرار دولتی از بسته کرد. آقای صالح می افزاید که جلوی دخالت های حلقه های ثروت و جرم را در وزارت امور داخله قطع کرد. قطع دخالت حلقه سیاست، حلقه قدرت، حلقه ثروت و حلقه جرم و حرم جرم داد تعیینات. او راهبرد استفاده از قدرت نرم برای افشای نام‌های مجرمان را برای نخستین بار در وزارت امور داخله از دستاوردهای دیگرش می‌داند. در مدتی که اینا در وزارت امور داخله ماموریت داشتند، کارهای قابل ملاحظه و چشمگیری انجام شده که این درج خاطره هر کارمند وزارت امور داخله می‌ماند. امرالله صالح کمتر از یک ماه در وزارت امور داخله بود و در این مدت چندین دستور صادر کرد. و کنون دیده شود که برنامه های اصلاحی وی چگونه عملی خواهند شد. بومان علی آدینه و زکی محمدی فاتح جام اسکی جشنواره ورزش های زمستانی بامیان شدند. این رقابت ها که میان نزدیک به 70 اسکی باز دختر و پسر در بامیان برگزار شده بود، در نهایت با قهرمانی دو اسکی باز از باشگاه اسکی بازان بامیان به پایان رسید. صابر پیرزاد گزارش می دهد. در دومین روز از جشنواره ورزش‌های زمستانی کشور، ورزشکاران اسکی اینجا برای برسه آوردن جایگاه نخست با هم رقابت می‌کنند. اینجا در دامنه‌های کوه بابا در کنار ورزشکاران اسکی که با هزاران مشکلات و امکانات بسیار ناچیز خودشان را می‌رسانند و هدفشان تنها ای است که بتوانند در رقابت‌های بیرون مرزی پرچم افغانستان را به اهتزاز در بیارند. با این مدت کمی که ما امسال برای تمرین داشتیم، چون برف امسال در بامیان هم نسبت به سال قبل کمتر بود و تمرینات به اندازه کافی نبود، اما باز خوب شد که همین فستیوال برگزار شد. در این رقابت های اسکی بازان 6 باشگاه بامیان و 1 باشگاه از ولایت میدانوردک حضور دارند. این رقابت ها در 2 بخش آقایان و بانوان برگزار شده است. در نهایت بومانعلی آدینه و ریحانه از باشگاه اسکی بازان بامیان به مقام‌های قهرمانی در بخش آقایان و بانوان می‌رسند.
امکانات بسیار کم داریم در بامیان، تنها یک اسکی داریم که او اسکی هم استاندارد نیستن و همچنان ما خواستیم از بلند مقام ها از همه تجارای ملی ای است که برای ما سرمایه گذاری کنه بیاین پیست اسکی لیفت بسازن. فعلا ما بعضی مشکلات داریم، یکی نبود امکانات هست، امکانات کافی برای یک بانوی ورزشکار نیست، اما باز هم بانوان بامیانی اینمه قدر همت کردن که بیاین ورزش پیش ببرن. قرار است تا یک ماه دیگر بامیان شاهد برگزاری رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی ورزش‌های زمستانی باشد. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را می‌شنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. یک سناتور پرآوازه آمریکایی از بهبود نیافتن رابطه آمریکا و عربستان سعودی هشدار میدهد و میگوید که اگر بدلت قتل جمال خاشقجی خبرنگار دگرندیش عربستان در قنصلگیری عربستان سعودی در ترکیه با ولیعهد این کشور برخورد نشود، رابطه دو کشور پیشرفت نخواهد کرد. پیش از این دونالد ترامپ گفته است که این رویداد بر رابطه دو کشور اثر نخواهد داشت. لنسی گراهام سناتور آمریکایی میگوید رهبری که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نشان داده است چیزی نیست که او تصور میکرد. زندانی ساختن نخست وزیر لبنان، گرفتن تمامی منتقدان و انداختنشان به زندانها و قتل وحشیانه آقای خاشقجی در ترکیه نقض تمامی معیارهای رفتارهای بین المللی است. من به این نتیجه رسیدم که روابط عربستان سعودی و ایالات متحده تا زمان پیشرفت نخواهد کرد که با محمد بن سلمان برخورد نشود. اما دونالد ترامپ با آنکه افراد مظنون را در قتل جمال خاشقجی تحریم کرده است، تاکید ورزیده است که روابط دو کشور تیره نخواهند شد. یکی از علتهای این تصمیم ترامپ پیمان فروش جنگ‌افزارهای آمریکایی به عربستان است که ترامپ سال گذشته تنها 11 روز پس از قتل جمال خاشقجی از آن دفاع کرد. درباره این 100 میلیارد دلار فکر کنید. تمامی آن را به کشورهای دیگر خواهند داد. فکر میکنم که ملغا ساختن این پیمان برای کشور ما احمقانه خواهد بود. جمال خاشقجی در دوم ماه اکتبر سال گذشته میلادی در قنصلگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید. عربستان سعودی 18 تن را به اتهام دست داشتن در این قتل محاکمه کرده است و 5 تن آنان به اعدام محکوم شدند. اما حکومت این کشور ادعای دست داشتن محمد بن سلمان را در این رویداد رد می کند. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. وزارت تجارت و نساجی پاکستان می گوید که در 5 سال اخیر بیش از 100 هزار کیلوگرم موی سر انسان از این کشور به چین صادر شده است. ارزش این موها که در آرایشگاه ها و نمایشگاه های لباس از آنها کار گرفته می شود 132 هزار دلار گفته شده است. یک برنامه بایسیکلرانی دختران در شهر پشاور به علت مخالفت احزاب مذهبی ملغا شد. قرار بود که 35 دختر در برنامه زیر نام راهپیمایی صلح در شهر پشاور رکاب بزنند. اما احزاب مذهبی پاکستان تهدید کردند که در برابر این کار به اعتراضهای گسترده دست خواهند زد. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. شمار از بازرگانان با نگرانی از وجود فساد در شمار از گمرک‌های کشور میگویند که در حال حاضر بخش از کالاهای محصولی با نام کالاهای ترانزیتی در این گمرک‌ها طی مراحل میشوند. اتاق تجارت سنعی با تایید این مشکلات میگوید که برای بخش از تولیدات پاکستانی پس از رسیدن به گمرک‌های شرقی و جنوبی کشور اسناد ترانزیتی تهیه میشوند و این کالاها با کاهش هزینه‌های گمرکی وارد کشور میشوند. اما وزارت مالیه میگوید که کالاهای ترانزیتی بر بنیاد قانون گمرک‌ها با توافق نامه‌های دو جانبه و چند جانبه در گمرک‌ها طی مراحل می‌شوند. زبی جهانمل گزارش می‌دهد.
شماری از بازرگانان و اتاق تجارت و صنایع میگویند که بخشی از کالاهای صادراتی پاکستان با نام ترانزیت و کشورهای آسیای میانه با کاهش هزینه های گمرکی وارد بازارهای کشور میشوند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که هزینه های ترانزیت کالاها بسیار اندک است و ورود این کالاها به بازارهای کشور گذشته از فرار مالیاتی زمینه های رقابت های ناسالم را در بازارها فراهم میسازد. جنس من به نام تجار افغان و بعد از او کاغذایشان در تورخم تبدیل میشه یا در بولتک به نام ترانزیت میشه و گویا اینطور گفته میشه که نمی جنس اصلا از افغان هستند، تاجکا اصلا وجود نداره و این جواز تاجیکی را جور کرده و بالاخره ترانزیت میشه. مال از پاکستان به آسیای میانه میره و برعکس از آسیای میانه به پاکستان یا هندوستان میره. او گمرکات است که هم تضمین میگیره من از طریق سگودا با اونا ثبت میباشن. شکر بخشی از میوه های تازه، برنج و روغن پاکستانی از کالاهایی هستند که به گفته نمایندگان بخش خصوصی بخشی از آنها با نام ترانزیت وارد بازارهای کشور می شوند. شمار از بازرگانان می گویند که در حال حاضر یک موتر بوره مسئولی در گمرک ها با پرداخت در حدود 250 هزار افغانی طی مراحل گمرکی می شود، اما در صورتی که این بوره با نام ترانزیت وارد کشور می شود بیش از 10 هزار افغانی از آن در گمرک ها پرداخت می شود. اما وزارت مالیه میگوید که کالاهای ترانزیتی بر بنیاد موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه در گمرک ها طی مراحل میشوند. نظر به تقاضای وارد کننده در سرحدات کشور، مامورین گمرک صلاحیت دارند که اموال را طبق قانون و منظور ترانزیت طی مراحل کنند و در صورتی که اموال شامل لیست غیر مجاز و غیر ممنوع نباشند از قلمرو افغانستان میتواند به تمام کشورها ترانزیت نماید. پیش از این نیز از وجود فساد در شماره از گمرک های کشور شکایت های وجود داشتند. اتاق تجارت و صنایع میگوید که به همین علت اکنون هم بخشی از درآمد های ملی از سوی شماره از افراد حیف و میل می شوند. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان می کند. آقای ملک خوش آمدید. سپاسگزار است. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. بورد کرکت کشور برنامه های تیم ملی کرکت کشور تا سال 2022 میلادی را اعلام کرد. این در حال است که کمیته گزینش بازیکنان بورد کرکت کشور فهرست بازیکنان دعوت شده برای انجام اردوگاه تمریناتی تیم ملی کرکت کشور را اعلام کرد. قرار است بعد از این اردوگاه تمریناتی 15 تن از بازیکنان به ترکیب تیم ملی کرکت کشور برای رویارویی با تیم ملی آیرلند را اعلام کنند. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت بنگلادش تیم کاملا ویکتوریان توانست با تفاوت 3 ویکت تیم خولانا تاینز را شکست بدهد. در پایان این دیدار تیم اقبال از تیم کاملا ویکتوریان با درخشش در بخش توپزنی از سوی کادر فنی برگزاری رقابت‌ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان به جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها با شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 11 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.